جالبی هستش با هم مرور میکنیم. تا اونجا که من یادداشت کردم حدود 5 مورد هست که من به این سوال ها پاسخ میدم، بعد ساعت دوم را خدمت هستم که مسائلی هست که با شما در میون میذارم و نسبت به برنامه خودمون با هم صحبت خواهیم کرد. فرمودن که تعصب نشانه جهل و خرافت است. بسیار حرفتون درست است. تعصب نشانه کوردلی است. انسان متعصب به اصطلاح به معنای واقعیش کوردل هست، چیزی را درک نمی کند. این تعصب درباره مذهب هست، درباره سیاست هست، درباره ملیت هست، درباره خدمتتون عرض کنم که رنگ پوست هست و درباره سواد و نمیدونم شخصیت و منش انسان هم هست. کما اینکه امروز من فکر میکنم که منیت و اون حسادت و اون تعصبی که در بین حتی مبارزین و سیاسیون هست با عقب‌ماندگی این جنبش ملی ما شده. اینو با شما بسیار موافقم. فرمودین که زرتشت پیام‌آور مهر و محبت هستش، ولی زیاد درباره چیزی نمیدونین. درباره زندگی زرتشت سخن بگویید. چشم. بعد فرمودین که روح روان قابل ستایش نیست، چون همین سوال اول شما 30-40 دقیقه زمان میطلبد، ولی پروانه بدین که من پاسخی درباره این ندم، شما خودتون فرمودین. اما کتاب آقای هومر آبرامیان امشب آوردم، بعد از اینکه این صحبت ها تموم شد خواهش خواهم کرد اتفاقا خود شما هم تهیه بکنین. خوب هست. نوشته که زرتشت چه میگوید، نوشته هومر آبرامیان درباره تمام زندگی و افکار و تعلیم زرتشت، آش زرتشت در این کتاب به اصطلاح نوشته شده و بسیار توضیحات جامع هم داده شده. و ما اشاره کردیم که بله، روح و روان قابل ستایش نیست، ولی دانش و اندیشه قابل ستایش است. البته تا اینجاش ناقص هست، ولی بعد یه کمی درست کردیم. زرتشت هم همین به اصطلاح این سه گفتاری که این سه آموزهی که اینجا ما زدیم، اندیشه نیچ، گفتاری نیچ، این اگر نیچش رو بردارین هیچ کدومشون نیچ نیست. اندیشه بله، ما اندیشه ساختن بمب اتمی هم داریم. خدمتتون عرض کنم که اندیشه نمیدونم کشتن انسان ها هم داریم، با همون وسیله‌ای که امروز باش استفاده میکنن برای قصابی، با اون آدم هم میکشن و خیلی از این چیزه. بنابراین زرتشت بزرگ هم یا آیین زرتشت اندیشه نیک را به شما پیشنهاد میکنه، گفتار نیک را به شما پیشنهاد میکنه، کردار نیک. اما در خود این هم چون با از سخنان شما متوجه شدم که شما احتمالاً باید به عیسی مسیح ایمان آورده باشین. من البته نمیدونستم، امشب متوجه شدم. در خود تعلیم عیسی مسیح هم اونهایی که به اصطلاح فکر کردن که عیسی مسیح گفته که همش مهر و محبت، همش بخشش، همش نمیدونم اگه این ورتون زدن اون ورتون نشون بدین، من البته با تایید این حرف ولی میگم همش این نیست. خود مسیح در یک زمانی در دو مورد عصبانی هم شد، خشم گرفت و اون ریاکارانی که در معبد بودن آنها را بیرون کرد. داشتن در معبد و هیکل یهودیان داشتن بزغاله و کبوتر و گوسفند و گاو و اینجور چیزا میفروختن. عصبانی شد و اونها را بیرون کرد. و حتی شاگردان مسیح که به عنوان رسولان و انبیا خوانده شدن، اونها خیلی هم عصبانی بودن. کما اینکه پتروس عصبانی شد، چاقوی میبخوری یا هر چیزی که بوشنه چشید و گوش اون بابا را برید. حالا بقیهش نگیم که بقیهش هم اعتراض میکنم. بنابراین زرتشت اندیشه نیچ و شما اندیشت که نیچ باشه معنیش این نیست. من الان اینه زدم اینجا اندیشه نیچ، گفتار نیچ، کردار نیچ. خب الان بیان به شایان کاویانی فش زن بچه بدن، به تلویزیون توهین بکنن، به خود ما توهین بکنن، شمار تلفن قلابی بدن، من نیام یه انتقادم بکنم، این معنیش این نیست. اندیشه نیچ اینه که خدمت رو هستم، چون تمام عملکرد انسان ها هیچ کس از شکم مادرش قاتل به دنیا نیامده. هیچ کس از کجا شروع میشه؟ از یک اندیشه شروع میشه. شما درباره یک نفر خشم میگیرین، اول این خشم تبدیل به تنفر میشه اگه جلوش نگیرین، تبدیل به تنفر میشه. اندیشه استیه، با اندیشه بین اون حسادت میکنین، پشترش حرف میزنین یا برای شما خبر میارن. همین
داشتم برنامه رو شروع میکردم، یه دوستی به من زنگ زد که آقا در فلان تلویزیون درباره شما صحبت میکنن. من اولا از اون دوست و واقعا این از صمیم قلب میگم، اصلا من از شما خواهش میکنم، اصلا چیزی مهمی نیست، اینا رو به من خبر ندین، با سپاس از مهرتون، واقعا اصلا مهم نیست اصلا درباره من صحبت بکنن نکنن، چیز مهمی نیست، اهمیتی نمیدم. متجسین خب این اگر من نرم دنبالش بررسی نکنم، با همین اندیشه نسبت به اون تلویزیون خب تنفر خواهم داشت. بعد از تنفر، این تنفر عین گیاه و عین درخت و عین گل قابل رشد کردنه. خشم و اندیشه بد و حسادت و تنفر در انسان رشد میکنه. چی عزیزم؟ نه عزیزم تلفن چی؟ قربونتون برم تلفن چی؟ من برنامه دارم، خانم عزیز اومدن نیم ساعت صحبت کردن. ببین همین یکی از اون است، اول برنامه گفتم شما بعد تلفن یه لیوان به من آب بدین، خیلی ثواب کردین. همین اول برنامه توضیح دادم، نکن این بیننده که الان اومده روی خط، اول برنامه توضیح دادم به زبان فارسی، گفتم که آخه برنامه‌ای که یک ساعت خریداری شده من باید بیام پاسخ بدم، هیچ وقتم چیزی نگفتیم، تلفن برای چی؟ این گوش میشنوه ولی خب درک نمی‌کنه، دوباره میگه آقا تلفن میگیری، تلفن میخوام بزنم فلان کنم. حالا بگذاریم، به حضور شما عرض کنم که درباره اسلام فرمودین که گفتین این کتاب قرآن و اسلام آیا جز اینی که از تورات برخواسته شده و چرا از تورات شروع نمی‌کنین؟ درباره این موضوع البته من نمیدونم که شما چگونه برخورد خواهی کرد، چون شما که مسیحی هستین، چون از عیسی به عنوان عیسی خداوند یاد کردین، من نمیدونم که شما چگونه برخورد خواهی کرد. سپاسگزارم. آیا من شروع کنم از تورات صحبت بکنم؟ شما به عنوان یک مسیحی میشیم، یک مسیحی باید تمامی تورات را باید بپذیرد. به این معنا نیست که عمل بکند. هیچ مسیحی ملزم به رعایت احکام تورات نیست، اما اون را به عنوان یک کتاب مقدس باید بپذیرد. خب شما چگونه برخورد خواهی کرد نمیدم، ولی من پاسخ خودم رو میدم. به حضور شما عرض کنم که مثل این که الان در ویتنام، در همون جنگ ویتنام و آمریکا، یا در حتی در مکزیک و در خیلی از کشورهای غیر مسلمان سربریدن رسم هست. در ویتنام دیدی که حتی سر هموطنان خودشون هم، ویتنامی خودشون هم سر میبریدن. و ما مثل اینکه یه برنامه‌ای بذاریم و راجع به این سربری‌ها انتقاد بکنیم، بعد شما بفرمایید که شما چرا از ویتنامی‌ها دارین انتقاد می‌کنین؟ شما باید برگردین از عربی که 1400 سال پیش یا امروز سر می‌برند، ریشه‌اش در اونجاست. ما به موضوع اصلیمون باید بپردازیم. بانوی گرامی، موضوع اصلی ما امروز حکومتگران امروز ما مسلمانان باورمندی هستند. من مثلا از شما می‌خوام بدونم این سربریدن که در اسلام هست مگه در تورات بوده؟ مگه در تورات گفته که هر کسی نمیدونم موسی را قبول نداشت شما بگین دستشو ببرین؟ یک کپی ناقص کردن، کپی ناقص کردن و دارن حکومتشونا دنیا را و این 1,500,000,500,000,000 جمعیت را دارن با این به اصطلاح میبرن جلو و فریبشون دادن. بنابراین این موضوع رو ما یه بار تست کردیم، ولی ما دیدیم که 5 تا یهودی به ما حرف خوبی زدن. گفتن آقا ما تبلیغ چه نداریم، بشارت نمیدیم، با کسی هم کار نداریم، جایی هم بم نمیذاریم، سنگسار هم نمی کنیم. خب شما با ما چی کار دارین؟ پاسخشون رو شما بدین. در اسرائیل امروز نه سنگسار هست، نه گوشت خوش خوردن جرمه، نه روزشم به کار کردن جرمه، نه اینکه کسی هم، حتی در اسرائیل امروز کسی نمیتونه تورات را عمل بکنه. اینه با شما امروز یک همین یهودی که آقای کشیش دیروز نشون دادم، یک امروز هم دربارش تحقیق کردم، اینها یک طایفه‌ای هستن که در انگلستان و در استرالیا و در قسمت نیویورک آمریکا و قسمتشون هم بعضی جاها پراکنده هستن. اینا خواستار نابودی حکومت اسرائیل هستن. چرا؟ اون
خاخم هایی که دیروز نشون دادم که با